با ادامه برنامه خوش آمدین و صبحتان باز هم بخیر باشد. در بخش فکر نو هستیم و در این بخش هم مهماندار هستیم، کاملا افشار، انرژی درمانگر. امروز مهمان ماستن و امروز در موردی که انرژی درمانی چیست و در کنارش در مورد تکنیکی افتی که ممکن است بسیار از شما ها نامش شنیده باشین یا هم انجام داده باشین یا هم جدید باشه براتون که چی است و چطور ما را کمک میکنه به اینکه درمان پیدا بکنیم، بیشتر بر ما شما بانو کاملا افشار معلومات میدن. خوش آمدین و صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما بصیر جان عزیز و خدمت همه بینندگان تلویزیون جهانی آریانا. امیدوار هستم که صبح سرشار از عشق و انرژی الهی را آغاز کرده باشین. انشالله. بسیار تشکر، سلامت باشین. امروز یکی از موضوعات متفاوت را انتخاب کردیم در مورد انرژی درمانی. خوب است که اول به بیننده ها در مورد این موضوع معلومات بدیم، ممکن است بیشتر از بیننده های ما گنگ باشه. انرژی درمانی چیست؟ در ابتدا میخوایم به همه هموطنان عزیزم خوشخبری را بدم که تنها قرار نیست از دارو برای درمان مریضی های خودشان استفاده بکنن و مژده مایی است که اینا میتونن از روش های متفاوت روحی و روانی برای درمان مشکلات خودشان استفاده بکنن. انرژی درمانی یک روشی هست که از ابتدا زمانی که انسان ها وارد زمین شدن، از حضرت آدم علیه السلام تا امروز که ما خودت نشستیم و صحبت میکنیم، ما نه تنها ای که فیزیک را تجربه میکنیم، ما احساسات را هم تجربه میکنیم و این احساسات منجر میشه به ای که ما خاطره هایی را در ذهن ما به واسطه ای او احساسات در مغز ما ذخیره بکنیم و انرژی درمانی کمک میکنه تا او احساساتی که منجر شده یک انسان خاطره بد داشته باشه، تجربه بد داشته باشه را فراموش بکنه و یا شدت او احساس را بیاره پایین و انرژی درمانی به همه اینا کمک میکنه که تمام خاطرات بدشان را فراموش بکنن و به خود دوستی برسن و خودشان را بپذیرن. بله. و چند شاخه داره انرژی درمانی؟ یعنی اگر ما بخوایم در موردش معلومات پیدا بکنیم که به چند نوع از شاخه هایش چی است از انرژی درمانی؟ انرژی درمانی شاخه های متفاوت داره بسیار جان و دو تا از شاخه های بسیار فوق العاده ایش که به نام ایموشن بادی کود و EFT می باشه که EFT یک شاخه بسیار فوق العاده هست که میتونه به صورت خیلی ساده به افراد کمک بکنه تا بتونن احساسات خودشان را ترمیم بکنن. خود EFT چی است؟ ممکن است بیشتر از اشخاص نامش شنیده باشن یا هم انجام داده باشن. این تکنیک چی است و چه تاثیرگذاری بالای انرژی درمانی داره؟ EFT حدود 70 الی 80 سال قبل توسط دکتر راجر کالاهان طراحی شد که یک روانشناس بودن. اونا به کمک روانشناسی انرژی و طب سنتی شرق همه چین میشه این روش را ابداع کردن و این روش کمک میکنه تا افراد احساسات بدی را که در طول زندگی خودشان تجربه کردن را به باد فراموشی بسپارن و یا شدت احساسات منفی خودشان را پایین بیارن و EFT یک روشی هست که ما از تپینگ کار میگیریم. با ضربه زدن میتونیم که در قسمت هایی که میریدین های ما به شدت در اونجا در جریان هستن، ما شدت احساسات را از یک خاطره یا از یک اتفاق پایین بیاریم. و چند روش داره EFT؟ آیا روش های متفاوت داره به خاطر درمان هر مشکلی که ما داشته باشیم یا هم هر انرژی منفی که در وجود ما باشه یا هم یک روش داره؟ EFT فقط یک روش است و این یک روش یک دنیای گسترده ای داره که ما میتونیم همراهش خاطره ها را ترمیم بکنیم، احساسات را که در اینک تجربه میکنیم را ترمیم بکنیم و میتونیم که از EFT برای عزت نفس و اعتماد به نفس هم کار بگیریم و نتیجه EFT ای است که ما به خود دوستی میرسیم. ای که نهایت EFT انسان را به خودش نزدیک میکنه و کمک میکنه که خودش را دوست داشته باشه و هر قسمی که هست بپذیره. بله. و آیا ای به همگی تاثیر داره؟ به همگی یکسان است؟ هر شخص میتونه ازش استفاده بکنه؟ ببینین EFT تفاوتش در ای است که ممکن است دو تا انسان یک خاطره مشترک را همزمان با دو احساس متفاوت تجربه کرده باشن. مثلا پدر کلانشون در سن 10 سالگی از دست داده باشه، دو انسان مشترک.
یک خاطره را تجربه کرده باشن، ولی احساساتشون متفاوت باشه. یک شخص احساس غم و اندوه داشته باشه و یک شخص دیگه میتونه احساس مثلا ناراحتی داشته باشه، احساس دل شکستگی داشته باشه. بله. یک خاطره مشترک منجر به دو احساس میشه و یا هم امکان داره که دو انسان یک احساس مشترک را با دو خاطره متفاوت تجربه کرده باشه. احساس مثلا سردرگمی داشته باشن، سردرگم باشن یا هم دل شکستگی داشته باشن، ولی خاطرات متفاوت، دو خاطره متفاوت باشن. و EFT کارش چی است که پیدا میکنه این شخص با این خاطرات کدام احساسات را تجربه کرده. و شما اگر در جریان باشین و اطلاع در این مورد داشته باشین که ما انسان ها از زمانی که تولد میشیم تا زمانی که میمیریم فقط احساسات را تجربه میکنیم و این احساسات هست که زندگی ما انسان ها را میسازه. اگر احساسات از ما گرفته شد، ما هیچ تفاوت با حیوانات دیگر و اشیای دیگر نداریم و به همین خاطر است که EFT کمک میکنه ما بهترین احساسات را تجربه بکنیم و از احساسات بدی که در طول یک روز داریم نجات پیدا بکنیم. اکثر اوقات از EFT برای افراد استفاده میشن که یک روز کاری خسته کن داشتن، اونا استرس را تجربه کردن، استراب را در طول روز کاریشان تجربه کردن و میتونن از EFT کمک بگیرن و احساسات خودشون را ترمیم بکنن و دوباره به همون انرژی که در طول روز او را از دست دادن برگردن. به نظر شما چقدر نیاز است که تکنیک همون رو بفهمیم و انجام بدیم در کارهای روزمره با ممکن است بیشتر از اشخاص راضی باشن از زندگیشون و هیچ مشکل نداشته باشن؟ آیا وید از اشخاص هم نیاز دارن به این تکنیک و در کنارش چقدر نیاز است به نظر شما؟ چقدر تاثیرگذار بوده میتونه بالایی که ما بتانیم زندگی ما رو تغییر بدیم و متفاوت باشیم از دیگر اشخاص؟ چنانچه که خودم از EFT تجربه دارم بسیار جان، من برای همه هموطنان عزیزم پیشنهاد میکنم که از EFT کمک بگیرن. چرا؟ به خاطر که احساسات بد و منفی را که ما تجربه میکنیم منجر میشه به مریضی در کالبد فیزیکی ما. مثلا یک شخص در سن 12 سالگی پدرش را از دست داده و او خاطره بد منجر شده که همیشه او را تکرار بکنه و او احساس را در طول 50 سال از عمرش به خودش داشته باشه و او احساس در سن 50 سالگی باعث به وجود آمدن شکر در درون شخص شده باشه. و EFT کمک میکنه که اول از او احساسی که تجربه کرده فاصله بگیره و در قدم دوم کمک میکنه که او مریضیش درمان شوه. یعنی خبر خوش EFT ای است که قرار نیست فقط احساسات ترمیم شوه و یا انرژی های از دست رفته به دست بیایه، قرار است که مریضی هایی را که هم ما داریم که بر اساس احساسات به وجود آمده ترمیم شوه. و من فکر میکنم چنانچه که ما لازم داریم غذا بخوریم، آب بنوشیم و نفس بکشیم، ضرورت داریم که خودمون را بشناسیم و بفهمیم که ما به چه چیزهایی برای درمان خودمون باید استفاده بکنیم. و EFT مثل هم به درمان نیاز داره. و از تداوی مریضی ها گفتن، آیا مریضی ها هم تداوی میشه هر نوع از مریضی که باشه با انجام تکنیک EFT؟ بله، EFT یک روش هست که قرار نیست فقط پیشترم گفتم احساسات ما را ترمیم بکنه یا انرژی های از دست رفته را ما به دست بیاریم. EFT کمک میکنه که ما مریضی های ما را شدتش را پایین بیاریم و یا کاملا تداعی بکنیم و این در افراد متفاوت است. بعض از افراد صدمه های با جسمشان دیدن، با جسم فیزیکی. خب صدمه جسم فیزیکی با ترمیم احساسات تداعی نمیشه، ولی اونایی که از احساسات در طول زندگیشون از خاطره های منفیشون استفاده کردن، اونا میتونن با کمک گرفتن از EFT شدت مریضیشان را کاهش بتن و یا هم کاملا ترمیم بکنن. خیلی خوب، پس یک روش کاملا متفاوت و تاثیرگذار است و مطمئنن که نه خود قدر در جامعه امروزی ما هم استفاده شده. بسیار تشکر بانو کاملا افشار از اینکه به برنامه آمدن و واقعا که موضوع بسیار متفاوت را با ما شریک ساختن در مورد انرژی درمانی، در مورد روش EFT و امیدوارستم که بیننده ها هم معلومات حاصل کرده باشن. البته یک چیز معلوم دارست که کفایت نمی کنه، باید بیشتر معلومات داشته باشیم و درستتر ما تشخیص بتیم و روش هایش درستتر انجام بتیم. تشکر. اگر گفتنی از شما باقی مانده باشه هم پیام داشته باشیم از تان میشنم. تشکر میکنم از شما بسیار جان و از همه بیننده های عزیز. پیام ما به همه هموطن های عزیزم ای است که هیچ وقت احساسات خودشان را دست کم نگیرن، چرا که انسان سرشار از احساس است و همه احساسات منجر میشه که ما خوبی ها و بدی ها را در زندگی تجربه بکنیم و اگر کدام مشکل داشته باشن میتونن که از EFT کمک بگیرن و مشکلات خودشان را رفع بکنن. بله، بسیار تشکر. سلامت باشین. تشکر هموطنان عزیز، از همراهی شما هم وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه.